ام آن که هستی نام یافت فلک جنبش زمین آرا از یافت به نام خدای مهربان اللهم صل علی محمد و آل محمد بینندگان عزیز فارسی زبانان محترم هموطنان گرامی سلام علیکم بسیار خوشحال هستیم که بار دیگر با برنامه به وقت بیداری خدمت شما رسیدیم و مهمان نگاه های عزیز شما هستیم امیدواریم که شما هم جانتان جور تنتان سالم و دلتان پرنشاد باشه و زندگی آرام و سالم و موفق داشته باشین طبق روال جمعه ها هر هفته در برنامه با وقت بیداری با موضوع سیمای پیامبر اکرم در آینه وحی در خدمت شما عزیزان هستیم این هفته هم با موضوع لزوم الگوگیری از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خدمت شما رسیدیم و از مهمان بزرگوار برنامه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین روحانی دعوت میکنیم که به استدیو تشریف بیارن و در جای خودشان مستقر شوند تا بحث را خدمت شما عزیزان ادامه بدهیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد واله الطاهرين صلواتك خب بازم سلام عرض میکنم بینندگان محترم به استودیوی برنامه با وقت بیداری خوش آمدین همانطوری که پیشتر گفته بودم با موضوع سیمای پیامبر اکرم در آینه وحی در خدمت استاد محترم جناب آی روحانی هستیم سلام علیکم استاد گرامی بسیار بسیار به برنامه خودتان خوش آمدید و سلام علیکی بفرمایید با بینندگان محترم تا بحث را شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم خدمت شما و همچنین بینندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم انشاءالله که گزار روزگار بر وفق مراد نابوده باشه انشاءالله خب جناب استاد طبق روال جمعه ها در برنامه وقت به وقت بیداری ما در باره شخصیت پیامبر بزرگوار اسلام از در آیات و در آیات و کلام وحی سخن گفتیم سیمای پیامبر اکرم در آینه وحی که و فعلا بیشتر خب آنچه که ما از اون بهره میگیریم وحی قرآنی هست موضوعات مطرح شد در جلسات گذشته خب این جلسه در باره لزوم الگوگیری و آنچه که در باره الگو گرفتن از شخصیت آن حضرت و سیره آن حضرت لازم هست و باید مطرح بشه در خدمت شما هستیم خب برای شروع بحث اجازه بدهید که من این سوال بپرسم که اصولا ما چی ضرورتی داره که زندگی خود مطابق با زندگی پیامبر یا دیگر بزرگان دینی بکنیم یا به عبارت دیگر ما چرا از پیامبر بزرگوار اسلام الگو بگیریم و او را سرمشق خود قرار بدیم بسم الله الرحمن الرحیم اجازه میخوام اول آیه که قرار از به عنوان مبنای کلام انتخاب شده رو محضر بینندگان محترم عرض کنم آیه 21 از سوره مبارکه احزاب است که میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه بله در وجود پیغمبر برای شما الگو و اسوه حسنه قرار داده شده است لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا البته باید انسان امید به رحمت خدا داشته باشد قیامت باور باشد و اهل ذکر در زندگی بوده باشد ای آیه است که انشالله توفیق باشه در این نوبت پیرامون و صحبت خواهد شد اما اون دیباچه ای که حضرت عالی مطرح کردین برای ورود به بحث رو بنده به این شکل مطرح خواهم کرد که خدای متعال انسان رو که آفریده قرار هست این انسان به تربیت برسه از آیات قرآن استفاده می شود که کون و ربانیین انسانها ها تربیت بشید انسانی که قانون از تربیت بشه ارکان تربیت و لوازم تربیت حداقل دو تا چیزه اگر اینها بود انسان به تربیت میرسه بله اول باید انسان برنامه داشته باشه بدون برنامه دست یافتن به تربیت ممکن نیست در تمام زمینه ها و عرصه ها آدمی برای که موفق باشه نیاز به با برنامه داره یک محصل یک دانشجویی که در پوانتون داره درس میخونه یک استاد اگر بخواهد در تدریس خو لایق باشه بله. یک کاسبی که در دکان خو مشغول داد و ستت هست تجارت میکنه تجار ملی ما بله. سیاست مردان ما اگر خواسته باشن محبوب باشن با موفق باشن خب حتما باید یک برنامه پلانی داشته باشن در زندگی این پس قسم اول در کنار این مسئله رکن دوم بر دست یافتن به تربیت الگو هست یعنی یک انسان هایی که اینا مسیر رو پیموده باشن افرادی که لغزش ها در مسیر بر اینا معلوم بوده باشه آفت ها آسیب های مسیر رو بدانن که اونها راه رو پیموده باشن من هم دنبال اونها رو بگیرم تا انشاءالله به شاه راه تربیت دست پیدا کن قرآن کریم می شود برنامه هدایت تمام انسان ها این ها یهدی للتی به بهترین راه ها استوارترین روش ها انسان رو میتونه تربیت کنه حتی در زمینه مباحث تربیتی که رسالت قرآن خود لناس همه مردم رو مایه هدایت کنه خب پس قرآن شد برنامه هدایت و برنامه تربیت در کنار برنامه هدایت نیاز به الگو داریم در قرآن میخونیم که خدا از مناجات ها و دعاهای بندگان نخبی خو رقم سرباز میکنه که ربنا اننا سمعنا منادی ای نادی لیل ایمان انا بر ربکم فآمنا دستور تو که ما رو دعوت ایمان کرده بودی برای که به رستگاری برسیم از طریق پیغمبر تو به ما رسید او برنامه های تربیتی در قالب قرآن توسط پیغمبر به ما رسید خب این میشه برنامه حالا برای الگو ما چه کار کنیم همون که گفت گوشم دلوقت. شنید قصه ایمان و مست شد کو سهم چشم صورت ایمان ما رزوست خب برنامه رو داریم الگوی ما کیه؟ انسان اگر الگو داشته باشه به جایی میرسه انسان اگر الگو داشته باشه دارست. الگو تعریف کنه در زندگی بره خب به موفقیت دست پیدا میکنه الگو هم خود پیغمبر حضرات معصومین علیهم مسلات و السلام انسان های شایسته که اگر انسان خط مشی اونها رو بگیره و دنبال کنه منتها علیه این مسیر دست یافتن به تربیته آخرین قسمتی که انسان در پیروی از این الگوهای کامل میتونه مقابل خوب ببینه وادی تربیت سرای هدایت هست با این مقدمه اهل بیت پیغمبر شخص پیغمبر اینها الگو هستند و هر انسانی نیاز به این الگو داره ای الگوهای خوب برای خود در زندگی تعریف میکنن بل. و و ای هم هستن الگوهای بدی در زندگی برای خود میاین تعریف میکنن قرآن وقتی که صحبت میکنه از مشرکین که چرا اینها در بود پرستی گرفتار شده بودن یک علت میگه که انا وجدنا آبا انا علا امه خب پدران ما بود پرست بودن اجداد ما بود پرستی میکردن نیاکان ما پیش بود سجده میکردن و این علی آثاره محتدون ما هم دنبال سر همون ها رو میگیریم یعنی اینا دارن تقلید میکنن اینا الگوهای بدی رو آمدن به معرفی کردن ای الگوی بد آدم رو به نگونساری میرسانه همون که گفت خلق را تقلیدشان بر باد داد ای دوصد لعنت برین تقلید. تقلید باد اما انسان میتونه در کنار الگوهای بعد الگوهای خوبی هم در قرآن ببینه که اوج اوجی و پیغمبر اسلامه که در همین آیه شریف خدای متعال خطاب به اهل ایمان میکنه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه پیغمبر الگوی خوبی میتونه برای شما باشه اسوه حسنه هست برای شما بسیار عالی خب سوال دیگه ای که اینجا مطرح میشه این است که وقتی که ما به عنوان یک مسلمان به این پی بردیم که باید سرمشق ما پیامبر باشه خب پیامبر چه قسمی میتونه سرمشق ما قرار بگیره خب بعضی ممکن از خود سوال کنه خب او کجا او پیامبر خدا که با وحی مرتبط بود و حضرت جبریل امین بهش نازل میشد و برگزیده و منتخب خدا بود او کجا و ما انسانهای عادی کجا آیا ما میتونیم پای خدا در جای پای او بانیم خب بالاخره این سوال برای بعضی ممکن مطرح باشه با توجه به همین سوال ما از حضرت عالی میخوایم که بفرمایید ما چه قسمی از پیامبر تقلید کنیم یا در واقع در چی مسائلی او را سرمشق زندگی خود قرار بدیم بله ارز کنم که خدای متعال برای بندگان کامل و خو اولیاء الله شخص پیغمبر دو ساعت از وجود داره در قرآن مطرح میکنه بله در سوره مبارکه کهف یا در سوره مبارکه تاها در سوره مبارکه کف میفرماید که قل انما انا بشر مثلكم پیغمبر مثل شماست و خود پیغمبر داره اینو بازگو میکنه که مردم من مثل شما بشر هستم در واقع خداوند به پیامبرش دستور میده که اینو به مردم, با مردم اعلام کن بله که بله. من بله. این ویژگی دارم بله قل انما انا بشر یا در جاهای داره که داریم که لقد جاءکم رسول من انفسکم از خود شماست از خود. بله. اگر شما انسانید او هم انسانه این رقم نیست که جنس او برتر از شما باشه پس قسمت اول از ابعاد وجودی پیغمبر مثل ما انسان هاست ما از خاک آفریده شدیم او هم خاکیه ما یک بشر هستیم او هم در بعد در بعد بشری با ما مماثلت داره اما در کنار این بعد برتری هم داره که یو حائله به او وحی میشه دست ما از این وحی کوتاهه اگرم این وحی به ما برسه از طریق پیغمبره ما خودمو مستقیما به ما که وحی نمیشه بله الگو پذیری هم در مورد پیغمبر به همین شکل درست پیغمبر علم لدنی داره خدا بری و گفته و علما که مالم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما او چیزی که لازم داری باید بدانی خدا معلم توست خدا آموزگار توست در این ابعاد بله پیغمبر صاحب مقام شفاعت پیغمبر صاحب بفرماید علم لدن نیست علم قیب داره به ازن الهی متوجه می شود و در جلسه های گذشته شما فرمودید مقامات عرشی بلده. داره بلده. که دیگه اینا انسان های معمولی دستش کوتاه هست از اون مقامات در این عرص خب ارگو پذیری شاید خیلی معنا ندیشته باشه اینجا بلده. همان است که گفت کتاب عشق در تاق بلند است ورای دست هر کوتاه پسند است من نمیتونم در این بود بیایم به پیغمبر اسلام اقتدا کنم اما یه به معنای نیست که دیگه دور پیغمبر رو من یک خط بکشم روی الگو گرفتن از پیغمبر رو آدم بیای چلی پا بکشه نه خیر اون بود به پیغمبر هست این نماهنه به مثل کم وجود داره پس اولین نکته اینه که پیغمبر دو ساحت از وجود داره بله. یک ساحت بشری یک ساحتی که خب ارتباط مستقیم با علم وحی داره با علم لدنی داره با علم غیب داره و سایر مختصات خود پیغمبر در کنار این نکته نکته دوم رو بنده ای رقم بحث میکنم که الگو گیریفتن هم برای خود خود اقسامی داره بله. گاه ما الگوگیری مستقیم داریم مستقیم یعنی عین همون کاری که مقتدا داره انجام میده به همون شکلی که اصوه داره عمل میکنه ما بیایم عمل کنیم درست کم و زیاده نبوده باشه تقدم و تأخری نبوده باشه نه یک قدم جلوتر نه یک قدم عقبتر همو چیزی که پیغمبر گفته در پس آین توتی صفت هم داشتن. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم ما عینا همین کار رو میکنیم این میشه الگو پذیری مستقیم قسم دوم از الگو پرداری به اقتباس کردن اینه که روح عمل رو آدم بیای بگیره بله و بعد این عمل رو در زندگی امروزی خود خون بیایه به تعبیری به روز رسانی کنه در حال بیای زندگی کنه درست. لازم نیست که در 1400 سال قبل انسان بیای زندگی کنه بله امروز اگر پیغمبر می در خانه هایی که مثل مو خانه های شما هست پیغمبر زندگی میکردن داخل چادر نبود در خانه های گلی نبود می آمدن به خانه هایی که ما شما دیشتیم اگر پیغمبر اسلام صلوات الله علیه می بودن امروز بره جا با جا شدن بره حمل و نقل از همی وسایل متعارف استفاده میکردن دیگه سوار درازگوش نمی شدن دیگه از شطور و اسب استفاده نمیکردن پیغمبر اه. اگر پیغمبر اسلام می آمدن در مقابل دشمنان خدا امروز می با همین ابزار جنگی متعارف جنگ میکردن دیگه دنبال تیق و شمشیر و سنان و نیزه نمی رفتن. در بحث اینکه باید ما از پیامبر اولوی بگیریم و او را سرمشق قرار بدهیم چی بسا که بعضی ها ره به ترکستان بردن و دچار اشتباه شدن کسایی که در وادی ظاهرگرایی اسیر شدن و اینا فکر میکنن که ما وقتی که میگیم پیرو پیامبر باشیم و باید او را سرمشق خود قرار بدیم و پای خود جای پای او قرار بدیم میگه که خب ببینیم که مثلا پیامبر چی رقم میپوشید یا مثلا چی سوار میشد یعنی در اون شکل کارهای پیامبر که حالت مثلا سوری داشت خب به هر صورت پیامبر در یک زمانه زندگی میکرد یک بین یک مردم زندگی میکرد او مردم بالاخره یک فرهنگی داشته یک اناناتی داشته یک رقم رسم و رسوماتی بر صورت خب داشته که پیامبر همه او رسم و رسومات را گرد که رد نکرد دیگه اونی که مخالف با روح بندگی و عبودیت بود و مخالف با پیشرفت و تربیت اینها بود که اینا رو پیامبر کنار گذاشتن ولی خب بقیه چیزها رو پسندیدن بالی. و تایید کردن بعضیا خب دوچار همین توهم شدن که خب ما حق نداریم که پای خود پای پیامبر یک کمی مثلا کج بگذاریم به این معنا یعنی پیام بلد. ظاهر رفتار پیامبر چی بوده بله و آنچه که شما اشاره فرمودید پاسخ بسیار قانع کننده ای هست به همه دسته که دوچار ای بلد. خطا و اشتباه شدن بله یک شخصی در زمان امام صادق سلام الله علیه حضرت رو که دید دید خیلی لباس زیبا و فاخری به تن حضرت هست بله. خب امام جوان بودند بله. تازه هم تشکیل خانواده داده بودند قطعا یک لباس زیباتری به تن حضرت بود و ای هم جز همون صوفیه های متصوفه دور از فرهنگ اصیل قرآنی و بود آمد به امام صادق علیه السلام اشکال کرد که شما فرزند علی علیه السلامی جد شما لباس پیندار می پوشید جد شما شهرت داشت به اینکه که خاصف و نعل یعنی کسی که حتی کفشا خور پینه میکرده این لباس زیبای شما با اون جامعه بفرمایید پینه زده ی علی علیه السلام هم نیست؟ بله. یا کار جد تو اشتباه بوده یا عمل کرده امروز تو مشکل داره بله اما فرمودم دوتایی درسته ای آیه قرآن رو خوندن که قول من حرم زینت الله التي اخرج للناس ناس و تیبات من الرزق کی نعمت ها رو بر ما حرام کرده اجازه داریم استفاده کنیم بله. ثانیا فرمودن شرایط جد علی علیه السلام با شرایط امروزی ما خیلی فرق کرده آخه اگر جد علی علیه السلام لباس پیندار به تن میکرد این لباس در تن سلمان و عبوزر بود بلال و مقدادم بهتر از علی ندیشتن اما امروز مردم یک مقدار بهتره قدرت خرید اینا بیشتر شده و کلی جامعه و بره. مردم اوضاع مناسب شده, از شده اقتصادی یک رشد اقتصادی شکوفایی اقتصادی برای مردم رخ داده لذا اگه ما خواسته اون لباس جد خور بپوشم امروز لباس شهرت میشه انگوش نمای خاص ای هم میشم این همینه انسان روح عمل رو بیایه بگیره از اون الگو و در زندگی خود خوبیایه پایه گذاری کنه همون روح عمل لازم نیست این اونا لاز... انسان لباس بپوشه یعنی زمان بسیار اینجا تعیین کننده است دیگه اکثر ام. چیزهایی که پیامبر در زندگی پیامبر ما میبینیم خب مربوط به همون زمان پیامبر بود ولی یک سری مسائل البته هست که زمان بر نیست مثلا صداقت یا مثلا منع از مال حرام خوردن بهم. یا مثلا رعایت حق و ناس شما بهترین مثال که در این عرصه میشه یاد کنین از نزون ساده زیستیه درست پیغمبر بسیار ساده زیست بودن زاهدانه زندگی میکردن خب امروز هم میتونه انسان مال ثروتی در حد و اندازه خود خودشته باشه اما وابسته به این ثروت نباشه دلداده به این ثروت نباشه بله وارستگی رو آدم بیاید در مقابل داشتن مال و ثروت در زندگی تجربه کنه دل داده نبودن رو آدم بیای نسبت به مال و زندگی در عرص و زمان ما به رو ایجاد کنه این می شود روح ساده زیستی این می شود روح قناعت پیشگی در زندگی در این عرص ما داریم نسبت به پیغمبر اقتباس میکنیم پیغمبر الگوی ما هست و پیغمبر میشه شود اصفه حسنه ما داریم تبعیت و تقلید و الگو پذیری غیر مستقیم از پیغمبر میکنیم روح عمل انسان میای تشخیص بده و بعد به تعبیر و بزرگان القاء خصوصیت میکنه اونها رو در زندگی امروزی خود خون داره انجام میده لقد کان لکم فی رسول الله اصوت حسنه میگه برای شما اهل ایمان برای کسانی که به تعبیر مرجع این زمیر کم هستن لقد کان لکم ای کم یعنی شما مؤمنین بله. شما اهل ایمان شما کسانی که داخل در دژ اسلام هستین پیغمبر الگوی شماست اسوه شماست مقتدای شماست نکته جالبی اینه که کنین قرآن نمیگه لقد کان لکم رسول الله اسوتون حسنه اگر میگفت اشکال ندیش پیغمبر الگوی شماست خب اما میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه چی تفاوت معنایی را پیش میاره؟ بله اگر گفت لقد کان لکم فی رسول الله اصوت حسنه ما برای بازشناسی شخصیت پیغمبر برای درک سیره و سنت پیغمبر و به تعبیر امروزی تر سبک زندگانی پیغمبر مکلفیم که بریم این سیره رو بشناسیم پیغمبر چه کار میکرد چی رقم زندگی میکرد اینا رو بازشناسی کنه و بعد بیم عمل کنیم. خب با توجه به همی آیه قرآن بوده که ما در تاریخ میبینیم که علمای بسیاری کمر همت بستند به تحقیق و جستجو درباره زندگی پیامبر و کتاب های متعددی تحت عنوان سیره و سنن النبی و اینها نوشتن و فعلا در اختیار ما و شما هست خب اگر اجازه باشه یک میان برنامه همراه با بینندگان عزیز ببینیم و ادامه بحث را بعد از میان برنامه در خدمت شما هستیم خب بینندگان گرامی بسیار سپاسگزار هستیم که تا اینجای برنامه با حوصله مندی ما را همراهی کردین اجازه بدید من شماره ارتباطی برنامه را با شما اعلام کنم مثبت 964 780 255 40 13 شما می از طریق واتساپ تلگرام که از طریق همی شماره تلفن فعال هست با برنامه خودتان و با تلویزیون جهانی هادی مرتبط شوید نظرها، پیشنهادها، انتقادهایی که اگر دارید، سوالهایی اگر هست با ما در میان بگذارید و ما مشتاقانه و با آغوش باز منتظر نظرها و دیدگاه های شما بزرگواران هستیم خب بینندگان محترم میان برنامه رو میبینیم و برمیگردیم دوباره همه از تو میگویند و میشنوم شیرینی نام تو و شهد یاد است به کام ها می نشینند دوباره تاقها برای نصرت تو قد علم می دوباره همه دیوارهای دی شهر چراقانی می شوند. اما کاش گفتن و شنودن از تو سهم همه سانیه ها باشد و یادآوریت همه دقایق را پر کند و خدمت به تو دلیل همه حرکت ها شود کاش سینه ها من صندوق صدقی شود و قلب من سکه نظر سلامت هد. کاش درد من همیشه با توسل به تو آرام گیرد و دستمان جز و دعا برای تو به آسمان نرود. نرود کاش انتظار تو زنگی باشد که از نافرمانیت بازمان دارد ای دست گیر واماندگان ای دلگرمی بیپناهان پناهان ای معوا ای چراغ راه گمگشتگان ای زینت عرش الهی ای فخر آل طه ای منتقم آل رسول ای نور قلب زهرای بتول و ای آخرین از آل یاسین برخیز و صفه دین را از زنگار کوته جاهلان و نیرنگ دشمنان پاک کن و پایه ساز شده دین را استوار و, و پا بر ساز یا صاحب زمان سلام مجدد خدمت شما بینندگان محترم بسیار خرسند و قدردان هستیم که همراه ما هستید همراه برنامه خودتان به وقت بیداری امیدواریم که همون قسمی که نام این برنامه هست این بحث ها و این صحبت ها باعث بیداری ما و شما بینندگان محترم شوه و نکته و نکته های سرمشق برای زندگی بهتر و موفقتری ما از این برنامه برای خودمان بهره بگیریم خب استاد گرامی شما فرمودین که در این آیه و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه در این که گفته فی رسول الله اسوه حسنه و نگفته رسول الله اسوه حسنه یه تعبیری هست یه ظرافتی هست و یه معنای خاصی هست خب بفرمایید برای بینندگان و بنده که چی تفاوت معنایی در این تعبیر هست خدمت شما ارز کنیم که در ادبیات عرب حرف فی دارای معنای قالب ظرفیته بله یعنی معنای قالبی و علما در علم ادب میگم ظرفیته ظرفیت هم فرو رو منسونه خوز کردن و یک مقداری دقت بیشتر در مسئله رو منسونه بله این پیغمبر اصفه هست الگو هست اما باید انسان زوایای شخصیتی و همچنین ابعاد مخفی سیره پیغمبر رو بشنسه با یک نگاه معمولی با یک نگاه سطحی انسان نمیتواند اون لایه های زیرین در باب شناسی پیغمبر رو تشخیص بده لذا میطلبه که انسان دقت بیشتر کنه میطلبه که انسان مطالعه خورد یک مقدار هدفمند و همچنین بله. همه جانبه قرار بده اما اگر گفت لقد کان لکم رسول الله اسوتون حسنه یعنی پیغمبر الگوی شماست بله و خدا فرموده لقد کان لکم فی رسول الله در واقع در این تعبیر یک نوع ما را میخوانه به دقت و تعمل بیشتر دیگه در الگوگیری از پیامبر و شاید هم همون نکته دیگه ای که شما اشاره کردید که ما یک نوع الگوگیری مستقیم داریم و الگوگیری ظاهری داریم از ظاهر رفتار پیامبر از ظاهر کارهای پیامبر ما در امروز بعد از 1400 سال تقلید کنیم یا ای که بیایم روح و رفتار و گفتار و زندگی پیامبر را ما او را درک کنیم و او را بیاریم در امروز او را اجرا کنیم شاید هم اون دقت ها این دقت ها هم اگر نبود ما متوجه اون بله. تفاوت هم نمی شدیم بله به هر حال اون چیزی که مسلم هست همینه پیغمبر شاخص هستند بله در زمینه الگو پذیری ما قطعا باید به با اونها اقتدا کنیم و هیچ گاه نشه که انسان بیا از پیغمبر جلو بزنه تأکید و توصیه قرآن اینه که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم انهو فنته. فنتهو. وقتی که پیغمبر شاخص شد کلام او رفتار او گفتار او همه چیز او باید به با عنوان معیار باشه به با عنوان فصل الخطاب باشه به با عنوان قول فصل باشه دیگه انسان نمیتونه رأی خودخور نظر خودخور اندیشه خود رو بیای چیره کنه بر رأی و نظر پیغمبر تقدمم نمیشه کما اینکه تأخر هم جایز نیست فرمود یا ایها الذین آمنو لا تقدمو بین یدی الله و رسوله از پیغمبر دیگه جلو نزنین لازم نیست در عرصه عبودیت خدا به تعبیر خود خوب بیاییم از پیغمبر هم جلو بزنیم پیغمبر پس سر شما باشه نه حتی چیزایی که پیغمبر واجب نکرده باهم. و مثلا گفتم مستحب ما رو بیایم مثلا واجب کنیم که کمایی که بعضیا یعنی قسم رفتار میکنه یک آن... یک مثالش عرض کردم میتونه یک ببارد. مثال این بوده باشه که مایی که خب برخی ها در مقابل نص فرمایشات پیغمبر به غلط اجتهاد میکردند پیغمبر میگفت امروزی کار رو بکنه میگفتند نه پیغمبر میفرمود ما چون مسافر هستیم روزه بر ما لازم نیست بله. اونا روزه میگرفتن در زمان خود پیامبر در اصل خود پیغمبر حضور داشتن پیغمبر و موارد مشابه و متعدد ما از این مسائل در طول تاریخ و سیره پیغمبر مشاهده میکنیم شاید همین تعبیری که فرمود لکم فی رسول الله اصفتون حسنه اهداف و انگیزه هایی که از همین آیه بوده سبب شده است که خیلی از بزرگان بیایند سیره پیغمبر رو با دقت بیشتر و از خامه قلم اونها مثلا سیره ابن هشام سیره حلبی و سایر کتاب هایی که چی در سیره پیغمبر چی هم در سایر سنان نبی ها آمدن استفاده کردن به همه حال پیغمبر شد شاخص وقتی او شاخص بود حکمان چطور فرمایی رعیان چطور اندیشی بر انسان مورد تبعیت کردنه و شاخصی هم هست که اطاعت از او تبعیت از او همسنگ اطاعت از خداست فرمود میت الرسول فقط اطاعت الله توی که گوش به فرمان پیغمبری که انه از خود و خدا داری حرف گوش میکنی توی که از پیغمبر اطاعت کردی یعنی تسلیم و خدا هستی در ادامه آیه میفرماید بله پیغمبر الگو هست پیغمبر اصوه هم هست و بعد میفرماید اصوه حسنه هست اونا کنین در زمینه الگو برداری در قرآن در سه فاز و در سه خدا داره دست ما مسلمان ها الگو میده گاه الگوهایی هستند که خدا صحبت از اونها میکنه اما اسم الگو بر اونها اطلاق نمیشه مثلا نا کنن. در قرآن یک ویژگی هایی رو در بندگان مؤمن خدا داره برجسته میکنه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون یازده تا یا هشت ویژگی رو داره دونه دونه ذکر میکنه اینها یعنی الگو دادن برد. اما الگویی که اسم الگو رو بر اینا اطلاق نمیکنه میگه اینها بندگان خوبی اینها اینا بندگان فائز اینها بندگانی هستند که به فلاح و صلاح در زندگی دست پیدا میکنن این که داره دست ما الگو میده و کد میده به دست انسان که تو هم اگر میخواهی فوز و فلاح و صلاح رو در زندگی ببینی راهی و همینه عباد الرحمن رو که مطرح میکنه و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صحبت از اوصاف اما این اوصاف باید در یک فرد تجلی پیدا کنه نه بله اینها هم که نمیتونن الگو باشن گاه اینا الگوهای آمد گاه الگوهای خاص هن. خدا از زنی صحبت میکنه به نام مریم زنی که نهایت عبودیت و تسلیم خدا در زندگی او دیده شده زنی که این لیاقت رو دیشته که جبرئیل امین سراغ او بیایه و پیک بشارت الهی رو به او نوید بده این مادری که وجود او عین یک صدف که مرواریدی مثل عیسی ابن مریم رو در وجود خود پرورانده است بله. خوب خب خدا داره از مریم به عنوان یک الگو صحبت میکنه در سوره مبارکه تحریم خدا چهار تا زن رو داره برای بشر برجسته میکنه دو تا انسانهای والا و خوبی بودن و دو تا متاسفانه با ای که در خانه پیغمبران زندگی میکردن همسر پیغمبران الهی بودن اما در خط اونها نبودن خدا میگه نا کنه در خانه پیغمبر هست اما مرام پیغمبر در اون نیست آسیه رو نها کنن زن فرعونه فرعونی که انا رب بکمال اعلا میگه اما چقدر توانسته از رو بعد معنوی و کار کنه جناب آسیه سلام الله علیها که جزء چهار زن برتر طول تاریخ بشر باشه اینا رو خدا به عنوان الگوی خاص داره مطرح میکنه که زرب الله مثلا للذین آمنو امرأت نوح و امرأت لوت از اون طرف هم دانه در کنار همسر نو همسر حضرت لوت مریم و آسیا رو یاد میکنه اما گاه الگو معرفی کردن خیلی دیگه خاص میشه به تعبیر بنده اینا الگوهای خاص خواست رو خاصن. الگوی خاص و خاص در قرآن با کلید واژه اسوه میای معرفی میشه که دو تا پیغمبر این جایگاه رو دارن یکی حضرت ابراهیم و یکی هم پیغمبر اسلام که به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد ما نرسد میشود لقد کان لکم فی رسول الله اول حسنه این حسنه ای حسن باز نکته اینه که در هر زمینه ای که شما به پیغمبر اقتدا بکنیم او الگوست در هر بودی که پیغمبر جلودار بوده باشه شما به سعادت میرسیم در هر امری که پیغمبر به عنوان یک نماد و شاخص معرفی بشه بدانید که پیروزی در کنار شماست این میشه الگوی حسن اصوه حسنه در ادامه آیه خدای متعال میگه بله پیغمبر الگو هست شاخص برای هدایتگری هست یک شخصی است که اگر به اون نگاه کنی میتونه به تربیت برسی اما یک حد اقل هایی رو باید در خود خود انسان ایجاد کنه همین من میخواستم بپرسم که مایی که میخوایم به پیامبر اقتدا کنم و او را سرمشق خود قرار بدم خب لابد یک سری آدابی داره یک سری ویژگی هایی داره ما چی ویژگی هایی را در خود فراهم کنم تا بتنم از این نور که جهان رو روشن کرده من بهره بگیرم بله احسنتم می هم که یک داخل پرانتز بین الحلالین باز کنم به خاطر که این فرمایش شما ان به ذهن مخاطب‌های های محترم ما بهتر بنشینه ان شاء در ابتدای سوره مبارکه بقره خدای متعال میگه که قرآن کتابی است ذالک الکتاب لا ریب فیه للمتقین کتابی است که بلا شک از جانب خدا آمده کتابی است که برنامه هدایت گریه و کیا رو هدایت میکنه پرهیزکاران پرهیزکاران رو در جای دیگه در قرآن همین سوره مبارکه بقره میگه قرآن کتابی است که در ماه مبارک رمضان نازل شده است شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن بعد بگه هدن للناس للناس یعنی برای همه مردم برای همه مردم هدایت برای همه ای... یک رو میگه قرآن از هدایت پرهیزگاران است بله. یک بار میگه نخی همه مردم میتونن بیان از هدایت قرآن سهم بگیرن کدور قبول کنن. دوست. اگر پرهیزگاران باشند خب همه این مردم که متقی نیستن در چند جای قرآن هم باز همین مسئله مطرح شده سوره مبارکه لغمان میگه هدن و بشرا للمحسنین اهل احسان کاران. بله در سوره نهل سوره نمل اهل اسلام اهل ایمان رو خدا گفته که اینها میتونن از هدایت پیغمبر و هدایت قرآن استفاده جوان. کنند و بهرمند بشن همه اینها با او هدل لناس نمیخونه بله حقیقت چیه؟ آیا قرآن فقط خوبها رو میتونه هدایت کنه کسانی که اهل ایمانن، اهل اسلامن، اهل احسانن یا اهل تقوا هستن یا نه؟ انسانی هم که ای بسا دور از این مسائل بوده باشه میتونه چشم امید به هدایت قرآن بودیزه میگم بله چنین هست چنین هست اما او کسی میتونه بیشتر از هدایت قرآن سهم بگیره که ارادتی به نما تا سعادتی ببریم. این ارادت در قالب همون پرهیزگاری است این ارادت نشون دادن در قالب همون احسان است اسلام است ایمان است که خب همه میتونن هدایت بشن بله. یک معلم وقتی که به سر سینف میره همه متعلمین از او استفاده میکنن اما کی از او بیشتر استفاده میکنه؟ شاگردی که بیشتر تلاش کنه و تکلیف و مشقاره. او شاگردی که بتهم. لیاقت بیشتری داره قطعا از استاد خوب بیشتر بهره میگیره پیغمبر هم همین کار قرآن هم در زمینه هدایت میگه من همه مردم رو هدایت میکنم برد. اما او کسی پیشتر در مسیر هدایت که خب یک حد اقل هایی رو در خود ایجاد کنده که یک تقوای دیشته باشه یک درست. احسان دشته باشه در مورد الگو پذیری پیغمبرم عینا بحث به همین شکله درست. وقتی گفت لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه پیغمبر بر همه شما الگوی حسنه است خب بله اگر انسان یک لیاقت رو در خود خود ایجاد کنه قطعا سهم بیشتری در این الگو پذیری میتونه از پیغمبر داشته باشه همه میتونن بفرمایید به پیغمبر اقتدا کنن اما کیا موفق ترن درست کیا میتونن صلاح و صداد بیشتری در این عرصه داشته باشند قرآن میگه کسانی که سه تا ویژگی رو در خود خو احیا کنند یعنی ویژگی ها رو در خود خو ظهور بله. و بروز بدن خب چی ویژگی هاست <تصفح> میفهمید لمن کان یرج الله اولا باید خدا رو باور دیشته داشته باشه خدا رو انسان اعتقاد دیشته باشه باور دیشته باشه نسبت به خدا اگر این باور این اعتقاد این اطمینان نسبت به خدا بود بعد میگه همین خدا برای هدایت مه بهترین الگو رو فرستاده یک اسوه حسنه رو سر راه ما بیامده بگدیشته یک سراج منیر رو در تاریکستان زندگی ما آمده روشن کرده که ما او رو ببینم نورانی بشه زندگی ما قبل از این که گرفتار این بشم که در فردای قیامت بیام به دیگران نگاه کنم بگم انظرونا نقتبس من نورکم خب یک نگاهی به ما بکنن شما نورانی ما تاریک و ظلمانی خب نگاه بگو که من جلو پا خوب ببینم از پرتو و نور و فروغ شما بله خب خدا قبل از این که انسان گرفتار ای بشه این چراغ هدایتگری این چراغ نورانی رو آمده در زندگی ما روشن کرده خب آدم با سرمایه ایمان میتونه بیشتر از الگوبرداری برداری پیغمبر استفاده کنه استفاده اولا کنه. لمن کان یرجو الله امیدی و به خدا باشه امیدی و خدا باشه اطمینانی و به خدا باشه بله. اعتمادی و به خدا باشه این یک مورد مورد دوم میفهمد والیوم الاخر ایمان به مبدا همون ایمان به خدا بود علاوه بر این که انسان باید خدا رو قبول داشته باشه باید آخرت رو هم قبول داشته باشه بداند که انسان بعد از این که آمد چند سواهی در این زندگی دنیا به سر برد ناگهان بانگی بر آمد خاجمود با مرگ انسان تنتقلون من دارن الی به تعبیر امام حسین مرگ آدم رو از زندگی دنیا به زندگی برزخ از عالم دنیا با عالم برزخ منتقل میکنه یعنی دنیا را تمام شده ندانه و پایان کار انسان بله. این آخر زندگی دنیا بله. نیه بله. خب باید این انسان بفهمه و باور کنه که آن که جان بخشید و روزی داد و چندین فضل کرد هم ببخشاید چو مشتی استخان بیند رمیم در سوره مبارکه یاسین هست که یک شخصی که خدا رو قبول ندیش قیامت رو باور ندیش بله. یک استخوان پوکیده ای رو بردیش بیامد پیش پیغمبر این استخوان فشار داد استخوان که فشار داد پودر شد استخوان بیچاره بعد به پیغمبر گفت مئیوهی الازام و هیرمین و هی کدوم قدرتی که باز ایر بتونه دیواره مثل اون اول بارز گردونه بعد تازه بیای گوشت بده پوست بده جان به او ببخشه اصلا چنین قدرتی نیست خدا گفت قل یحیی الذی انشأه اول مره. مره, مره او زمانی که حل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا خدا او رو خلق کرد هیچی نبود خدا او رو هست کرد حالا که همین ذرات هست همین سلول ها و اتم های وجودی او هستن ماده اولیه او هست خدا دوباره اونا رو احیا میکنه این قیامت باوری اگر در انسان باشه پیغمبر اصفه میشه انسانی که قیامت رو باور دیشته باشه حرف پیغمبر رو قبول میکنه انسانی که پیغمبر رو قیامت رو قبول دیشته باشه حاضر به حرف پیغمبر بکنه از جان بگذره شمشیر به دست بگیره بعد رو احزاب و هنین و سایر جنگ ها در کنار پیغمبر بوده باشه در واقع این مسائل به زندگی انسان معنا میده و وقتی که زندگی انسان چنان سمت پیدا کرد خب کسی که معتقد به خداوند و مبدع هست و همینطور کسی که معتقد به ای است که دنیا هدفی داره عباس و بیگودار نیست و نهایت هست و سرانجامی هست حساب کتابی هست خب این بسیار راحتتر میتونه که بحث نبوت هست دیگه یعنی الگوگری از پیامبر یعنی پذیرش نبوت که باز یکی از اصول دیگر دین بلی. هست راحتتر میتونه که از پیامبر اولگوگری کنه تا وی که ملحد هست یا اگر هم به مبدع ایمان داره و خدا را باور داره، ناقص هست ایمانش و آخرت و میاد را قبول نداشته باشه بله، پس هم باید ایمان به مبدع باشه هم ایمان به یعنی باور باشه و هم آخرت و بله. قیامت را قبول بله، داشته باشه هم باید آغاز و هم فرجام و فرینش آدم قبول داشته باشه این دو تا شه؟ بله. شرط شرط سوم هم عرض کنیم و اینه که میگه حالا که شما مبدع و معاد را آمدی باور کردی اول و آخر رو قبول کردی این وسط هم به ذکر الله کثیرا، خیلی به یاد خدا بوده باشی برد. اگر به یاد خدا بوده باشی بدانی که خدا همیشه و همراه تو هست همیشه تو رو میبینه علم یعلم به ان الله یرا خدا داره تو رو مشاهده میکنه انسان اگر گریفتار هم که شد در بعد تقلید کردن و طبعیت با الگوپ زیری از پیغمبر خب میبینی خدا رو میبینه مشاهده میکنه اگر انسان کم بیار خدا اون مدد میکنه اگر انسان پای رفتن ندیشته باشه لطف خدا و یاد خدا به انسان انرژی میده که بتونه این میدان طبعیت از پیغمبر رو انسان با صحت و سلامت و آفیت پیمان خب جناب استاد با توجه به اینکه چهار دقیقه تا پایان برنامه ما وقت داریم و از او طرف هم در بحث الگوگیری از پیامبر و نکات زیادی حتما مانده شما بحث رو به صورت جنبندی بفرمایید که بلد. نکات مهمتر رو اگر هست پیان بفرمایید بله در این آیه شریف آیه 21 سوره مبارکه احزاب خدا پیغمبر رو به عنوان سرمشق بشریت معرفی کرد و بله. وقتی که پیغمبر سرمشق بشریت باشه ای بشریت به, به شکل گوسسته پا به عرصه وجود میگذاره بله. پیغمبر خب کسانی که بعد از او هم میآیند به هستی الگوی اونها هم هست با. لذا باید پیغمبر یک شخصیتی فرازمانی دیشته باشه فرامکانی دیشته باشه ایرو ما رقم آمدیم اصلاح کردیم گفتیم دو بعد در پیغمبران الهی دیده میشه یک بعد بشری یک بعد فرابشری که یوا هست در بعد بشری ما الگو پذیری مستقیم از پیغمبر داریم یعنی هر کار پیغمبر کرد ما میایم بدون کم و بدون که بدون اینکه افزایش بدیم یا کاهش انجام بدیم همون رو میایم انجام بدیم اما الگو پذیری در بعد فرابشری خب عرض کردم از تیررس و دسترس طبعیت ما خارج هست نمیتونیم بله. مگری که بیم روح اون اعمال رو انسان بگیره و بعد القاء خصوصیت بکنه و در زندگی بیای اونها رو سرمشق با خود خود قرار بده در بعد فرابشری یا بعد بشری پیامبر در بعد فرابشری درست. فرابشری که عرض کردم مثلا علم غیب که ما نمیتونیم دست ما کجا و علم غیب کجا بله. اینجا وقتی که انسان میرسه قلم اینجا برسید سر به شکسته دست من کوتاه و خرماور نخیل است ما که راه به علم غیب نداریم بره. اما نها کنید همین پیغمبر از باب این که آمد او چیزی که میدانست عمل کرد و خدا هم گفت و الله و یعلمکم الله تقوا داشته باشید چیزایی که یاد ندارید خدا بر شما یاد میده تقلید و الگو پذیری غیر مستقیم اینه که بنده هم اگر به دانش ها و دانسته های خود خو جامعه عمل بپوشانم طبق همین آیه که پیغمبر به ما آمدن گفتن و تق الله و یو و الله خب من هم میتونم یک مسیری برای دست یافتن به جهل برای از بین بردن جهل و دست یافتن به علم طی کنم دقت کردین این میشه مثل او بعده و علم که مالم تکن تعلم و در حال پیغمبر برای تمام بشریت الگوز و مهم اینه که ما بریم زوایای زندگی پیغمبر در بعد خانوادگی، در بعد سیاسی، در بعد اجتماعی جنبه های فردی شخصیت پیغمبر، در عبادت کردن پیغمبر در رابطه که پیغمبر با خلق روزگار داره در احسان پیغمبر در صداقت پیغمبر در امانتداری پیغمبر اینا رو آدم بشناسه و بعد هر کدام پیغمبر یک الگو یک شاخص بر انسان محسوب خواهد شد بسیار عالی جناب استاد انشالله که از خداوند ما میخواییم که به حق پیامبر و اهل بیتش با ما توفیق بده که درک درستی از زندگی آن حضرت داشته باشیم و بتوانیم آن بزرگوار را و اهل بیت ایشان را سرمشق خود ما قرار بدهیم و زندگی ما بیگانه از زندگی پیامبر و رفتار ما بیگانه از رفتار پیامبر و اخلاق ما بدون نسبت با اخلاق پیامبر نباشه که به قول مولوی شیر را بچه همه ماند به دو تو و پیغمبر به چی مانی بگو ما هم وقتی که دیگران ما رو میبینه بالاخره نگه که اینا چی ملتی هست چی امتی هست چی رقم مسلمان ها هست انشالله که از خداوند میخواییم که به ما توفیق بده مسلمان ها و آدم های خوبی شویم انشالله خب سپاسگزار هستیم انشالله که ادامه بحث رو در جلسه آینده انشالله پی بگیریم و از بینندگان بزرگوار هم سپاسگزار هستیم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردن هفته آینده انشالله که در خدمت شما هستیم و ادامه برنامه را انشالله پی بگیریم خوشا دلی که بینوشد می از سبوی محمد بیفتد از سر مستی به جستجوی محمد قده قده مای وحدت بینوشد از خوم احمد کسی که معتکف آید به پای کوی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد خدا یارو نگهدارتان